اگر بچه خود آقای اشرف غنی خودت می بودی، اولین کاری که به خاطر امنیت می کردی چی کار خواهد؟ Like this for you and thank you very much. What is your name? Your name in the Solangi, like this from Gordon, okay? Okay. Tomorrow come here? Yeah. You're from a flower, all very nice, good. ما اگر بجای آقای اشرف غنی می بودم، اولین وقتی که چی میکنم باید مکمل افراد غیر مسئول سلاشا میگرفتم. حالا سفید هستی ما پش کالای سیارا بگو علاشا کجان؟ تمام ناامنی از بیکاری میخیزم، یعنی بستگی به این داره که چقدر کسا بیکار است و چی انجام میتن. برام خداوند بخشنده مهربان سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزان، امید که دارای صحت کامل باشین، جور و صحتمند باشین. امروز باز هم مثل هر یک بری در خدمت شما عزیزان قرار دارم. فکر کنم که باز سرم باران میباره باشه که من که زود بیایم. دوستان امید که همتون دارای صحت کامل باشین و عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن یک سلام احمد و تازه و مجدد با شما همچنان. امروز دیگه ببخشن که یک ذره گلوندر دستم سوای مام شیشته یکمک چاکلیت ها را زیاد خوردیم شوخی کردیم. دوستان به یک از برنامه دیگر صدای کابل شما ایزان را خوش آمدید میگم. امید که تا آخر برنامه مرا همراه باشین و تشکری خاص میکنم از او دعزایی که برم کومنت گذاشته بودن، پیامای خیلی مقبول گذاشته بودن، قلبای خیلی مقبول گذاشته بودن. قلب من هم نثار شما عزیزا، شما هستین که من هستم و میتونم که انرژی شما، انرژی شما برام میبخشین و همی است که من میتونم که بیایم برنامه ثبت کنم. و امروز هم میبینین که چی یک فضای هست و کابل جان و اینقدر سرسبزی و اینقدر مقبولی و طبیعت زیبایش. امروز آمدم که با شما عزیزا برنامه ثبت کنم، اما اینمی نل را که اینجا گذاشتن به خاطر آبپاشی همی هم مر اجازه نمیده که ما برنامه ثبت کنم. خوب است میگن که آب رحمت خداوند است، اینه بالای ما آب هم میریزه و نگفته نمونه که رنگ چادرم امروز هم رنگ طبیعت پوشیده. خب من نظر بس زیادتر به سبز نمیمونه، اما کوشش کردیم که یک ذره فضای بهاری را برای خود یک ذره جمع جور کنم. خب عزیز زیادتر خسته نمیسازم تا زیادتر صحبت هم نمی کنم. امروز آمدیم که گزارش شهری را به شما عزیز آماده کنم و تقدیم شما عزیز کنم. می خوام امروز در مورد امنیت کابل به شما عزیز معلومات بدن، عزیزای ما، دوستای ما، عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن که بیشتر و بیشتر فکر میکنن که امنیت چی وقت جور میشه و چی وقت امنیت تامین میشه تا اینکه ما هم بیایم با تفریح بیایم با سیل ساتری بیایم. دیگه همه مردم ما منتظر به اینمی هستن. دیگه ما هم امروز اومدیم که گزارش از زارا بشنوم، شما هم قضاوت کنین که کابل چقدر تغییر کرده و چقدر امنیت فعلا هست، چقدر هم نیست. باز اون وقت قضاوت کنین، شما آمدن و نامدن به دست شما. میریم به طرف دوستا و یا هم وطندارای ما. دوستا یک بار دیگه شما از آن خوش آمدید میگم در این قسمت برنامه. حالا هم یک دوست دانه از برادرای خود یا هم بگویم که هموطنهای خود در کنار خود دارم، میخوایم که ازشون درباره امنیت بپرسم که امنیت فعلی چگونه هست و چی پلانی دارن به عنوان یک شهروند در داخل خود مرکز. سلام برادر بر شما. سلام خواهر عزیز، خوش آمدین برنامه شما. تشکر میکنم. سلامت، نام شما؟ نام من غلام علی از ولایت بدخشان و ولسوالی بارک. بسیار خوب. غلام علی برادری چی هست میشه در مورد ازی برنامه؟ هم وطن ما که تقریبا به تاریخ 4 عمل عبدالعزیز نام داره، این خاطر تداوی به کابل آوردن، از کابل از 4 عمل و این سو مفقود گردیده. خب مفقود شده چی تان میشه؟ ای از وطن ماست، به این دیوال خیش از جمله خیش های نزدیک شد با ما دوست ماست. خب بسیار خوب. دیگه برای خاطر آمین به تلویزیون از تاریخ تلویزیون محترم شما میخواییم که امیل جسجو یا پیدا کنیم یا زنده یا مرده پیدا شما باید. تشکری میکنم از زنده باشین. بین بگوین از امنیت کابل بگوین که چقدر امنیت بر مردم تامین است، چقدر شما از امنیت فیلم؟ والا در کابل هیچ امنیت وجود نداره، نه جان مردم در امان است، نه مالش، نه زندگیش، هیچ امنیت وجود نداره، نه بازخواست و نه امنیت، هیچ چیز نیست. از خودت بینوانی بلکل آمده از امنیت همین فعلی همین کسایی که فعلا چور و چپ آول و دست به سرقت و بعض کارهایی که میزنن، خودت یعنی عاملش چی میبینی؟ از کجا منشه میگیری؟ عاملش از این ناامنی ها میبینم، از بی‌عدالتی دولت میبینم. اگر دولت در این رسا که هم عدالت داشته باشه این ناامنی ها به وجود نمیاد. خودت با وجود که یک شهروند هستی، اگر قرار باشه خودت به آقای در جای آقای رئیس جمهور اشرف غنی باشی، چی پلان داری برای امنیت بینوانی؟ ما اگر به جای آقای اشرف غنی می بودم، اولین وقتی که چی میکنم باید مکمل افراد غیر مسئول سلاشا میگرفتم. در اولسوالی بارک ما یک اولسوالی است که
از ولایت بدخشان همه روز اربکی و مبین خود یکدیگر جنگ در حالی که حکومت چشمش هم در طرف اونها میبینه و روان است و در اوس مسیر است اما اهمیت هیچ گرفته نمیشه اهمیت قطعا در افغانستان وجود نداره اگر قرار باشه که ناراض هستیم از همین دولت ناامنی مردم ما باز چقدر با امنیت همکار هستند چقدر همکاری میکنن اونها را بعض مسلح دو و هم سرقت دزدی قتل که میشه چقدر مردم ما باز با امنیت با همین دولت همکاری چندانی نداشته 20% اگر مردم همکار باشد گفته نمیتونم زیاد همکار نیست پس ما چطور میتونیم که دولت مقصر بدانیم که دولت آقای غنی خودش یعنی اقدام نمیکنه اونا خو اگر اقدام خود میکنن یعنی مردم هم رول خود اینجا داره مردم در این راستا با دولت همکار نیستن و قبلا هم نبودن و حالی فعلا هم از دولت فاصله گرفتن مردم چرا که داخل دولت که میای ناامنی ها زیاد است دیگه فاصله بین مردم و دولت ایجاد شده به خاطر ناامنی و بی عدالتی دولت اگر قرار باشه که همه تانهای ما و یا هم مردم از شریف افغانستان خودشان دست به دست هم بتن با دولت یک جا شدن به نظر خودت امنیت بهتر میشه؟ بهتر 100% اگر دولت با مردم همکار مردم با دولت باشه 100% تامین امنیت میشه و امنیت برقرار میشه و امنیت در کابل در سطح افغانستان با وجود انشاءالله میاد با امید صلح سرتاسری در افغانستان و با امید از اینکه دوست شما هم در اینجا پیدا شوه اعضای کمیل اعضا بیننده هستن تصویر را میبینن در هر گوشه و کنار که برادر میبینن اگر از اینا کدام اطلاعی داشتین شما میتونین با صفحه ما که نمبر تلفن ما و یا هم شماره تماس ما نوشته هست شما میتونین با ما با تماس بشوین و تا ای که ما هم برسانیم شما ما یک پل ارتباطی بین مردم عزیز خود بین یک دیگه خود هستیم خب آخرین گفتنی خودت آخرین پیام خودت بر عزیزایی که در داخل افغانستان هست و خارج از افغانستان هست چی پیام میتیم روز به اونا همشهر عزیز پیام با مردم ما که باید پشت دولت هم قدر مؤثر نبودد در راستای امنیت مردم باید همکار با دولت باشن و دولت با مردم باشه خواهش ما از برادرها و از تمام وطن ما است که وحدت را هیچ وقت فراموش نکنن زنده باشین تشکر میکنم تشکر از شما وقت خوب و خوش یک بار دیگه شما از آن خوش آمدید میگم باز هم یکی از وطندارای گل خود در کنار خود دارم سلام برادر به خودت تشکر سلام با شما همچنان زنده باشین نام شما محمد جان هستم شهروند کابل بسیار خوب محمد جان چقدر خوشحال هستین که در این طبیعت زیبا آمدین طبیعت خیلی اساس است جدیدا هم ترمیم شده از طرف شاروالی ما اما نمیفهم چقدر باید دوام بیاره ایرا بستگی به مو و هموطنای ما داره که چقدر زیاد نگاهش میکنن طبیعت ما را و همچنان در کنار از او امو موضوعات فرهنگی یا شهرنشینی که ما داریم در بین جوانا زیادتر امیدوار نیستم برتون دروغ نمیگم اما ای که تا چی حد میتونیم ما موفق باشیم نمیفهم بیاین از امنیت کابل بگوین که چقدر امنیت کابل بر مردم تامین است چقدر مردم با دولت همکار هستن نه خیر بستگی به مردم داره به روزگار مردم داره و توانی جیبشان داره و به این داره که چقدر کار به جوانا مهیاست و جوانا چقدر فرصت بیکاری دارن تمام ناامنی از بیکاری میخیزن یعنی بستگی به این داره که چقدر کسا بیکار است و چی انجام میتن اگر مصرفیتی به هر جوانی مهیا باشه هیچ ناامنی وجود نداره اما فعلا اساس ترین کاری که ما شما باید انجام بدیم تمرکز بالای ازی است که بر جوانان مصرفیت ایجاد بکنیم تا اونا هیچ وقت موقع ازی را نیافند که ناامنی ایجاد بکنن همانند دزدی، کیسه‌بری، لندغری، پرزرفتن، بیکار گشتن همی موضوعات دیگر مثل معتاد شدن، امو چرس و تریاک کنم فهم چی چی ها دیگه نام داره یه بستگی به این داره که چقدر بیکار بانی اگر بتونیم زمینه کار مهیا بسازیم هیچ کسی موقع اما اکثر از مردم ما شما زیادتر از دولت شکایت میکنن که دولت امنیت بر مردم تامین نمیکنن آیا مردم اینجا رول نداره باز پارک ببین و ساعت شب کل شب فلم برداری بکو از یک گل بهار نشد و از یک دست صدا نبرامد نمیتونیم به تنهایی دولت ملامت بسازیم خود ما هم چنون ملامت هستیم ما خود ما نمیخواهیم که زمینه کار به خود مهیا بسازیم ورنه کار بسیار است او طرف پارک برین خرد خرد بچه ها موترشویی میکنن و حالی هم چهار طرف تانو ببینین بود پالش میکنن اینا کسایی هستن که به خود زمینه کار مهیا ساختن نه کسایی که مثل ما یا امثال ما بیکار میگردن دو جانب مقصر است و زمانی که موضوع مقصر میایه دو منبع داره متقابل دو جانب اما مقصر هستیم هم دولت مقصر است نمیتونیم تنها یک جانب را اگر به جای خود آقای اشرف غنی خودت می بودی اولین کاری که به خاطر امنیت می کردی چی کار خواهد جناب اشرف غنی فعلا در بحران سخت قرار داره
شاید زیافتر مردم از دیدگاه غلط ببینیشانه، اما من خوشبین هستم که آینده به خیر پرسه صلح که همیال جریان داره موفق اگر شد اینا بسیار کارار میتونه. اولی اگر من خودم در جای دکتر صاحب اشرف غنی میبودم، شاید موقع زیر مساعد میکردم که از جوانایی که ذهنیتشان بالاست و از جوانایی که میتونن مفکری عالی را تقدیم کنن، تقدیم دولت و کشور و ملت خود بکنن، از جای استفاده کنم. اما اینا چون شرایط فرق میکنه، چون ما در درون حکومت نیستم نمیتونم زیادتر توضیح بدم، ولی اگر در جای دکتر صاحب اشرف غنی می بودم شاید میتونستم، ولی فعلا نمیتونم تصورشم کنم، چون که همو اوضاع، موقعیت و شرایطش فرق میکنه. من نمیفهمم که چی فشار بالای اونا امیال حاکم است و چی موضوعاتی در داخل جریان داره که من نمیفهمم. یه طور بسیار برای من سخت تمام میشه که قضاوت کنم، چون قضاوت بعد از امی میشه که آدم باید بفهمه. به خاطر که مردم ما زیادتر شکایت از خود آقای رئیس جمهور میکنن، همیشه هر موضوعی که منفی میشه فقط از دولت زیادتر داد میزنن و فریاد میزنن که مقصر دولت میدونن. آیا اینجا مردم رول نداره؟ ما شما هم مسلمان هستیم، تجریان ظهور دین اسلام همگی تقامیتر یک شکایت از حضرت پیغمبرم داشتن مردم کوفه، ولی همچنان در جریان قرار داریم، همگی شکایت از حکومت خود داره، از رئیس جمهور خود داره. انسان قسمی طراحی شده از دوران آدم تا بال که هیچ وقت قناعت نکنه. من نمیتونم کلا گیره بگیم باید واقع بین باشه، اما چیزی که حقیقت است باید بپذیریم. گفتم که در دوران حضرت پیغمبر او زمان هم از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مردم شکایت داشتن، حالی هم همونطور از اشرف غنی و داینده هم خود شکایت داشتن. عزیزایی که در خارج از افغانستان بیننده هستن، برنامه را میبینن، همیشه تمام عزیزا از داد فریاد از ناامنی زدن و حتی اونا هم وقتی که امروز از اونا صحبت کنی و یا هم کومنت هایی که میایه، اونا هم میگن که افغانستان ناامنی هست. خودت چقدر به اعتماد خودت که یک فرد جامعه هستی، خودت چقدر گفته میتونی که امنیت باز هم به یعنی چند فیصد خوب است؟ سلام به کسایی که بیرون از افغانستان ما رو میبینن. اگر در افغانستان ناامنی میبود، شاید مال برای مصاحبه مقابل شما ایستاد نمیبودم، یعنی کشته میشدم. این وطن ماست، ناامنی هم از ماست و امنیت شما از ماست، ما میپذیریمش. اگر افغان میبودن میشیشتن در وطنشان، او قدر فهم بالا داشتن، امنیت رو مهیا میساختن. آخرین پیامت یا هم آخرین گفتنیت به مردم و دولت چه هست؟ ما در دولت هیچ گفتنی ندارم، بخاطر فعلا دولت ما و شما متشکل از کسایی هستند که شاید زیادتر همگرا باشه، یک قطعی است که ما شما پنهان کرده نمیتونیم. ما گفتنی ما با مردم دارم، بیاین یک جای شاییم، دور از تمام ملت ها، دور از تمام مذایب، وطن ماست، خود ما بسازیمش و هیچ امیدی از بیرون و بیگانه ها نداشته باشیم و بپذیریم که ما و شما برادر هستیم و از همین خاک و وطن هستیم، نه از فلان ولایت. بسیار تشکر میکنم از خود که تا این لحظات برنامه را با ما بودید. تشکر از خود که وقت گرانبهایت با ما ضایع کردید. نباشین قربانتان، وقت خوب و خوش. تشکر شما. خدا نگهدار شما. دوستا دیدین که واقعا صحبت های خیلی شیرین داشتن. هر فردی ای جامعه، هر کدامشان ببینین که یک گفتنی داره، اما قدر ناامنی نیست، خدا را شکر امنیت هست و ما خوشحال هستیم و بیاین دست به دست همدیگه بدیم تا اینکه امنیت اگر 50% خراب است، 50% دیگر ما خود ما جور بس. میرم به طرف دیگه، عزیزای ما ببینیم که اونها چی گفتنی دارن، بیاین با ما یک جا باشین. باشه، ما پیش بیم خمرایت گپم بزنم بازنی. جمع جوش از دختر جان، بگو الا شاکو کجا. الا شاکو کجا، نگفتی یا هنگ دارم. الا سر گردن تلا پش از دختر جان، بگو الا شاکو کجا. الا شاکو کجا تو های لب داریانه. الا شاکو کجا دارم بله. الا مثال خود برادر داریانه. بگونه الا شاکو کجا. الا شاکو کجا. الا سفید استی ما پشکالای سیارا.
بگو الو شو. الو شو کجان؟ الو با جلوام کوشی ظالم تو مورو. الو شو کجان؟ الو با جلوام کوشی خوندار میری. الو شو کجان؟ الو بی بی کاکا بی بی روی خدا رو. الو شو کجان؟ متابا بی بی که درو خون کده تو کنه ظالم دخترک زلف خدا شان نکده تو کنه گرشان نکده یک دونه دور دونه کده جا تو کنه صدرا کشته سیره دو دفعه میگم صدرا کشته بابر دیوان نکده جانم دقدت عمره که دراز این نازمه و نیاز تو میمانه سو تشکر کاکا جان چقدر مقبول خواندی یکم نزدیک بیا چشمایت مقبول است آینکایت مقبول است اینا بگی دیگه چی مقبول است فهمیدی که خرابش کنم مرا نه تشکر بسیار زیاد کاکا جان از خودت like this for you and thank you very much what is your name Your name in the Solangi, like this from Gordon, okay? Okay. Tomorrow come here? Yeah. You're from a flower, all very nice, good. Okay, but see you tomorrow, bye-bye. See you come back, not tomorrow. Okay, bye-bye. See you soon. Okay. Happy Darzen, this is Daini, Okwa, Khodai Pahamon, Kandaksa, John Jorma, Yaksi, Choyuk, Bor. سنگان کغان سنگ آقوه شو گاهی گاهو گاهی گاهو گاه چینایی بس ها یادگم نه بس دیگم سو تشکر فارسی کم کم یاد دارم دیگر تمام بینندگان ایک هست و نیست برای مسافرها کدام چه باش سال خوش سال بسیار همو تو رک دیگم و نزن صلح باشه مردم چه سال خون خورد کد و خون خورد و دالت شد مردم به خلق افغانستان یک سال های سال همو تو خوبش این تو مست باشیم مست نیک ما غریب باشیم عدل باشیم ببر باشیم این تو رکارام زندگی کنیم آیله بایله بایله تو خو از پنجره کردی اشاره دلم شد پورا 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 دختر جان نور چشمان ای دل ای دل ای دل سرما خورده ایم جان تو دشت و بیابان بغل واس کو دختر جان ای دل ای دل ای دل ای دل تو وفاداری نداری اجنون چکنم یاری نداری ای دل ای دل ای دل تشکر بسیار زیاد دوستان تمام مردم افغانستان دیگه تشکر میگویم هر که رای میده باید تلویزیون که از رای بتا ما همیشه در خدمت شانه در خدمت دمیشه هستیم چشم همون تو تقریب داره خفه نشید تو خواهیش نه اکشن هستی اکشن که فیلم خوش جالب یا نه کاکا جانم که نمیگه که من چشمک میکنم من تا مقصد این عادت هم از میگنه در دل خود نگیری نمیگیرم نواسم هستی پیش پرده دیگه فیلم جالب یا کاکا سو تشکر میگم کاکا جان زنده باشی خداحافظ شما سلامت گود بای خداحافظ گود بای تشکر خدای فرمان سی و سن اوکی بابای بابای دوستا باز هم یکی از برادرها در کنار خود دارم سلام با شما و علیکم السلام خوب هستین ستمن نام شما علی مرزا بسیار خوب مرزایی صاحب عزیز بگوین در مورد امنیت کابل بگوین که چقدر راضی هستی ما 100% راضی هستیم ما کدام چیزی ندیدیم مشکل خود نیست انشاءالله نه مشکل نیست آها اینا شکر که حداقل یگان تا پرسون که میکنم اینقدر امنیت میگیم خوب است شکر زندگی میکنیم مردم چقدر طرفدار هستی بر ازی که مردم با دولت یک جا باشن و هر حادثه که میشه با دولت خود باید پیوست باشن بپیوندن 100% راضی هستم کار باید باشن چقدر رول مردم در اینجا هست و چقدر رول دولت در اینجا هست که با یک دیگه خود باید مستحکم باشن تا ای که وطن ما از این بدبختی و فقر و مشکلات بخیر خلاص شوند بخیر خلاص شوند ما خوش هستیم 100% باید مردم راضی باشه با هم دولت هم کار باشه و دیگه امنیت ما چیز باشه امنیت و خدا ما راضی هستیم بسیار خوب امی حالا که امی طبیعت امی بینی چی احساس داری؟ بسیار احساسی خوشید میکنم تو آمدی به پارک
آمدم این طرف میرم طرف چیز کار دارم تو همیش. خوب بسیار خوب. پیامت یا گفتنید برای مردم چی است که در خارج از افغانستان هستن؟ اونا میگن که ناامنی از در افغانستان. هیچ گفه نیست بتو کل خلاص بیان طرف وطن خود اینجا آرام آرام است. آرام آرام است. بسیار خوب. از دولت چی میخوای؟ خواست و خواهشت از مردم و دولت چی هست؟ دولت هم باید با مردم هم کار باشه بسیار میگن. و مردم هم هم تو بگن. بله. بسیار تشکر میکنم از خودت. زنده باشین. زنده باشین. وقت خوش به شما. بخیر. اینه که برادر ما گفتن که واقعا امنیت هست و ناامنی نیست، خدا را شکر امنیت وجود داره. عزیزا شما هم بیاین چکر بزنین از طبیعت های ما، از جاهای مقبول کابل قدیم، کابل زیبا تماشا کنین. ما هم یکی از برادرای دیگر در کنار خود دارم امروز. سلام برادر، به خدا. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر. سلام علیکم. قربانتان. نام شما؟ اسم برادر است، باشنده ولایت کابل دیگریم. کابل زندگی میکنیم، پایتخت افغانستان. بسیار خوب. بیا از امنیت یک ذره برام بگو که امنیت چگونه خودت میبینی؟ والا امنیت خو در افغانستان از چند دهه که شده جنگ است، تا تقریبا 40 سال شد جنگ است. حالا تا پیش از این بود، مثال شما جنگ مجاهدین بود همراه حکومت، بالاخره این مجاهدین سفید شد، مجاهدین آمد، بعد نظام آمد دیگه آرامی شد، بالاخره باز یک بین خود جنگ کردن، رهبرا جور نامدن. حالا هم امنیت دو قدر نیست، امنیت این جنگ است. مثالش فرض کنیم طالبان است، مثالش جنگ میکنه، مثال همراه دولت جنگ میکنه. بالاخره این تا چند وقت پیش این تاریا بود، حالا شکر خدا این تاریخ گم شده. این دیگه امنیت تامین شد، همین جگه بله. گم شد. بله خداوند امنیت تامین کنه، صلح بیاره. ما می دوار میکنیم بخیر خداوند افغانستان صلح بیاره، و طالبان بیان همراه دولت بشینن، بر رقمی که جور میان بین خود جور بیان، بالاخره می افغانستان جور کنن. حالا کشورهای دیگه را سعی میکنیم به مثالش پیشرفت کرده، کارخانه داره، فامریکا داره، شرکت ها داره، مردم در کار غریبی است. در افغانستان ما شما مثالش سرمایه گذارای ما کلش در کشورهای خارج یا سرمایه گذاری میکنن، بعد در کشور خود مثالش کارخانه جور کنن، ساختمان جور کنن، بلند منزل آسمان خراشات داره، کشورهای خارج با شما هیچ چیز نداره. باید هم خداوند بخیر هم صلح بیاره، آرامی شوه، هم تجاران سرمایه دارا جمع حکومت دست به دست کنن، کارخانه جور کنن، به جوان ها مثالش در کار غریبی آغشته شد. کار نیست، غریبی نیست، اینه ما پندک در دست ماست، میگردیم سر چوکا، کار نیست، کار غریبی نیست، مزدوری مردم هست. یکی مزدوری مردم هست، همین مزدوری هم مثالش همین مزدوری مردم هم گست همیرم مثالش به قانون برابر کنن. مثالش همین مردم باید کتی کتی مزدورکار یک ذره رویه خوب بکنن، مثالش که یک نفر کتیش کار میکنه، سرش کار سخت نکنه، سنگین نکنه، کار باید به چیز شود. دیگه همی خوبه. همی مردم چقدر باز رول مهم خود داره در جامعه که مردم چقدر با دولت همکار باشند؟ دیگه از یک دست خود صدا نمبرای به نظر ما تو راست؟ بله خود دولت مردم خواه با دولت همکار است، در وقت همکار است، مردم جز همی جامعه است، مگم قانون از دولت تطبیق میشه. مثالش دولت باید قانون تطبیق کنه. الان فرض کنیم در کشور یا در کشور که هست، مثالش در جای خلاف میشه، مثالش کامرای مخفی داره، مثالش کامرا میگیرش. حال در وقت طالبا بود اون نظام از دکتاتوری بود، مثالش در افغانستان اونا با زور کتک مثالش مردم در قانون برابر میکرد. حال در جامعه ما مثالش قانون دولت و قانونش مثالش برابر نیست. حال فرض کنیم مردم بکار باشه، این میشه کلک بیکار هست، یعنی مردم افغانستان تیم سرکار که میگرده کلش بیکار هست. اول کشور خارج تو فکر کن مثالش یک دور میگه بگو سو چم بجد میگه اسکیوز می وقت ندارم. اول ما کل ما بیکار هستیم، اینا سرکو میگردیم، باید با ما مثال کار جور کنه، شرکت کارخانه فو امریکا، این مردم کل چیز بیکاری در سرکو میشینه. مثالش دا گوشه سرکو با خیرات جمع میکنه، مثال سیاسراس اشتکاس به چوکا برو نان پیدا نمیشه، کارگر با کارگر کمک کنه با مردم، مثالش یکی بعد دیگه مثالش کمک کنن، مثالش همین سرمایه دارا این رمضان می بخیر اسقاط خیرات زکات مثالش به مردم بتن، به غریب فقیر بیچاره دیگه نمی هم یکی همی جنگ نکنن بین خود، مثالش همی مردم افغانستان جوانا جنگ نکنن دیگه، راگیری نکنن، دزدی نکنن، لوچکی نکنن، مثالش مردم هم مثالش پیسه شان نگیرن، دزدی نکنن دیگه، در خود روان باشن، پنج وقت نماز به خدا بخونن. کشور اسلامی است دیگه، خداوند جور کنه بخیر صلح بیاره ان شاء الله، بخیر خدا صلح بیاره، کارا میشه و همی سرمایه گذاری کنن. تمی افغانستان مثالش مدنیات داریم ما، مدنیات اخراج کنن. اول مدنیات ما زیر خاک است، با کرورو میلیون دلار است، مثال زیر خاک است، اول میره اخراج کنن مردم تا کار شو و امریکا جور کنن، میره خود دولت اخراج کنن، مثال اخراج کنن توسط ما مردم غریب بیچاره کارگر، این مال کارگر داره، انجینیر داره، هر چی داره، مثلا اینکه لوگر از دیگه است، دیگه است، مدنیات است، کلش استخراج کنن، مثالش مردم سر کار شو جور کنه، او را به خارج صادر کنه، از اینجا دیگه چیز بالاخره کشور را جور کنن بخیر. اگر خودت رئیس جمهور می بودی، اولین کار را که به افغانستان میکردی چی خواهد بود یا به مردم؟
ولو رئیس جمهور فعلا رئیس جمهور مو امیر کس کی رئیس جمهور میشه مثلا شو آقای کرزی بود یم زیر دست مثلا کشور خارج است امی اشرف آقای اشرف غنی است تو از رئیس جمهور گرفته تو قماندان تو وزیر تو وکیل تو مامور دولت کلگیش تو رئیس تو وزیر کلش زیر دست دولت است بدون زیر دست خارجی است امریکاس یا هر کشور کس سر از یوم مثال میگه کینی کارا بو کینی کارا نکو آقای رئیس جمهور اشرف غنی است این مثل یک سخنگوی شوره است اگر رئیس جمهور یک کشور است تو از رئیس جمهور افغانستان هستی تو باید مثال شد افغانستان تو مثال در مقابل کشور خارج در مقابل پادشاهش بگو که مثال شنی میگه افغانستان ما رو چرا آرام نمیمانی یک کشور مثال مداخله میکنه دیگه مداخله میکنه خب مستقیم برای تو هم رئیس جمهور هستی همین تو قول مقال میکنی دست در مجلس ها همین تو برده پیش رئیس جمهور تو از افغانستان هستی از کشور اسلامی هستی که در بین کشور اسلامی همین افغانستان هست که یک ذره اقتصادش ضعیف است بسازا تشکر میکنم برادر عزیز از خودت تشکر از شما که وقت زنده باشین قربان شما بسازا تشکر خیر خدا حافظ شما دوستا دیدین که هر هموطن ما گفتنی های خاص را داره و سخن های خیلی شیرین دارن هر کدامش دردهای هم دارن خوب است که ما دست به دست هم دیگه بتیم تا اینکه وطن زیبای خدایی وطن نازنین آباد بسازیم دوستا عزیز بود برنامه امروز ما که تقدیم شما عزا کردم امید که مورد پسند هر یک شما نازنین قرار گرفته باشد گل و گلکاری را میبینین که بهار شد و دیگه باید از گل‌ها یکمک محافظت کنیم از نهالایی که غصب کردن اونا را باید محافظت کنیم و همچنان ناگفتنمون اعضایی که در خارج از افغانستان هستن برنامه خودشان را بیننده هستن منتظر به نظر پیشنهاد انتقاد راجع به برنامه هستم و پذیرا هستم امید که تا لحظات برنامه شما خسته نشده باشین باز هم تشکر خاص میکنم از قلبایی که بر من گذاشتین از کامنت های نازنین شما خیلی زیاد تشکر میکنم هر کدامتان بر من یک دنیا هستین تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما نازنین قرار میگیرم خدا نگهدار همه شما تمام شما رو به خداوند یکتا میسپارم فراموش نکنین که هیچگاه لبخند فراموش نکنین دیگه چیز نه